سلام بچه‌ها، من دنی پینکمن و خیلی خیلی خوش اومدیم به چنل دنی پینکمن فیفا. خب آقا، اومدیم با بررسی تیم هفته 23. همونجوری که می‌بینید این دورنمای کلی بازیکناست که این هفته ای اسپورت اصلا یه سوتی خیلی عجیبی داشتش. تقریبا میشه گفت 4-5 ساعت قبل از اینکه این تیم بیادش، کل این بازیکن‌ها با همین استات و ریز استات کاملشون وارد کانسپت بازی شدن و اصلا قبل اینکه بیادش یه جورای خود یه لیگ کردش واسه اولین هفته تو کل این 23 هفته. ولی در کل این تیمه که دورنمای کلیشه. حالا میبینید که بازیکنه خوب و مطرح هم داره که راجع به چند تاشون الان صحبت میکنیم، ریز استاتشون و اینا رو میبینیم. قبل اون بریم سیلور استار یه چک بکنیم که برای دیدن این تیمه با بریم توی فاتبین. پس بریم ببینیم که سیلور استار چجوریه. قبل از اینکه بریم، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره و بریم ببینیم چه خبره. سیلور استار این هفته ما زدادکا، همچین چیزی اسمش که بازیکن فیسش اسکن شده است فکر کنم، یا اگرم نیستش خیلی شبیهش، حالا شما نمیبینید، کله منو به جاش میبینید، ولی خب حالا چیز مهمی نیستش. ولی در کل کارتی که داره کارت بدی نیستش، دفاع راست فرانسویه. بعضی جا چه میدونم تو تیم اصلیتون اخراجی چیزی بدیم، میتونید یه بازی مثلا بندازینش بازی هم بکنه. دفاع راست فرانسوی لینک پذیری خوبی داره و از لیگ فرانسه هم هست، پس لینک سبز کیمپمبو این داستان هست و کلن بازیکن خیلی چیزی نیستش بگیم لیگ مثلا بدی داره. ولی خب اسم تیمش رو تا حالا من نشنده بودم، کلرمونت فوت 63 یا همچین چیزی، مثل اینکه تو لیگ فرانسه داره بازی میکنه. ولی خب کارت بدی نیستش. خبری از الانگا و نمیدونم این بازیکنایی که لیگ شده بود نیست و مثل اینکه یه پرومویی به زودی در راهه که یه سری بازیکن ریت 74 اونجا هستن، نمیدونم چیه داستانش. فعلا سیلور استار این هفته ایشونه که خب توکن موکنی هم همراهش نیستش، اگه به دردتون میخوره بگیرید، در غیر این صورت واقعا لزومی نداره گرفتنش. و بریم سراغ تیم اصلی ببینیم که اونجا چه خبره. خب بازیکن تیم اصلی رو که اونجا بهتون همه رو نشون دادم، حالا باز اینجا دقیق تر بخوایم ببینیم، بالاترین ریت این هفته لواندوفسکیه و بعدش هری کینه. جفتشون آشغالن و جفتشون به درد نخورن. حالا بازم لواندوفسکیه قابل بازی تره نسبت به هری کین، یعنی پیس بالاتر داره، شوت بالاتر، دریبل بالاتر، واقعا هر زاویه نگاه بکنیم لواه بهتره. ولی در کل جفتشون خب بازیکن خوبی نیستن. اگه هری کین رو بخوایم در نظر بگیریم، کارت فلش بکش یه سر گردن این بالاتره، لواندوفسکی هم که کارت توتیش دو سر گردن بالاتره. ولی هر دوتاشون علاوه ریت پیکشون به عنوان بازیکن ریت بالا به درد بخورن، خیلی خوبه دیگه. یعنی مثلا ریت پیک بزنید یه بازیکن 94 بگیرید واسه بستن اس پی سی آیکون یا هر چیز دیگه، خیلی خیلی به درد میخوره. دروازه‌بان تیم اصلی لافونت دوباره، فکر کنم سومین این فرمشه، واقعا بازیکن خوبیه. من هیچ موقع لیگ فرانسه رو دنبال نمی‌کنم ولی این هفته این فرمی که گرفته به خاطر بازی نانت و پاریس سن ژرمنه که 3-1 شد، یه پنالتی از نیمار گرفته، چون چند تا سیو خفن و کلا دروازه‌بان همون قدری که توی فیفا باگه تو واقعیت هم باگه. و واقعا الانم ریتش رسید به 86 که انتظار میره بازم از این بالاتر بره. میرسیم به گانتر که خب کارت وایلد کارت گانتر یه سرگردن باز بالاتره، ولی خب اگه اون رو دست دادین چون دیگه توی پکا نیست و دیگه نمیشه گرفتش، این گزینه بدی نیستش. ولی خب بوندسلیگا اگه بازی میکنید دفاع چپ به نظرم شملز چیه اون یارو که از دورتمونده، خب خیلی بهتره. از اون طرف اگه آلمانی بخواین اون هستش، اگه ملیت واسهتون مهم نباشه میتونید دیویس بگیرید، واقعا نیازی به گانتر نیست. دفاع وسط این هفته رودیگر از چلسیه که خب میتونست این کارت گلدش باشه. خیلی ها واقعا به نظر من نظرشون این بود که کارت گلد امسال رودیگر واقعا خیلی ریت پایینی داشت و استس پایینی داشت، این میتونست واقعا گلد رودیگر باشه امسال. و خب این فرم اولشه، کماکان کارت رول بریکرز و آنریبل منشنش خیلی از این کارت بهترن، ولی واقعا به عنوان ریت پیک گزینه خوبی میتونه باشه و میتونه کار در بیاره سری جاها. و والکر پترز کسیه که اون دورانی که واسه توتی همه آپگرید پک میزدن این فرم گرفته بود، با ریت 81 خون آورد انقدر تو پک و دادش و الان دوباره این فرم گرفته ریت 84. اون کارتی که خب هیچی، این نسبت به اون قابل بازی تره و خب کلن گزینه های بهتر ازش خیلی زیادن. نفر بعدی مونیاینه که
واقعا کارت نکته جذابی نداره. اگه همین کارت سی ام بودش با این است، سی ام یا سی ام بود مثل کارت گلدش، میشد یه کارایی کرد، ولی خب واقعا این کارت ارزشی نداره و به درد نخوره. نفر بعدی هم دنیل موه که خب کلن به نظرم اون کارت آنریبل منشنی که به اولمو دادن خیلی بهتره، ولی اونم همچین کارت خفنی نبود و قیمتش هم بالا بود و هیچی، کلن فعلا کارت قابل بازی از اولمو نداریم. اگه یادتون باشه پارسال اولمو یه کارت اسکیل 5 داشت که خیلی خوب بود، اوپی بودش، ولی خب فعلا کارت خوبی امسال ازش نداریم. این کارتم تعریف چندانی نمیشه ازش کرد، واقعا کارت خوبی نیست. نفر بعدی ایتوه که جزو بازیکنایی که امسال خوب این فرم میگیره، مثلا اینکه ریل لایف خیلی بازیکن خوبیه و این کارتشو میشه گفت واقعا یه تعویضی دقیقه 80 به بعد خیلی خوبه، یعنی 4-4 دریبلینگ خوب، فیزیکال خوب و پیس فوق العاده بالا و کلا این کارت خیلی خیلی خوب واسه ریت پیکیه که آخرای بازی بیارین کارو در بیاره، واقعا از این زاویه کارت خوبیه. نفر بعدی پیر امریک اوبامیانگ، توی فکر کنم اولین بازی رسمیش با بارسلونا توی لالیگایی که از دقیقه 1 بازیو شروع کردش هتریک کردش، که حالا دبل بود در واقع، یه گلم پدری زد که خورد به کون اوبامیانگ گل شدش، یعنی به اسم اوبامیانگ ثبت شد، ولی کلا از ایناست که این فرم 100% حقش بود و انتظار میره که یکی دو تا این فرم دیگه بگیره یا توی پروموهایی که در پیشه به اوبامیانگ بارسلونا یه کارت خفن بدن، چون اون کارتی که امسال به اوبامیانگ دادن کارت مومنت مال زمانی بود که تو آرسنال بود، یعنی اون کارت هنوز مال آرسناله، ولی امیدواریم که امسال کارت خوب تو پرومایی که مونده به اوبامیانگ بدن، چون واقعا بازیکن خوبیه و این کارتش هم بد نیست، ولی خب تو این مقطع از بازی دریبلینگش اینا اذیت میکنه چون اجیلیتی بالانس این بازیکن به شدت پایینه، ولی خب 4-4 پیس و شوتش هم خوب و اینم میتونه یه رت پیک خوب باشه، مخصوصا واسه خود من که مثلا بارسایی ام میتونه گزینه جزایی باشه. و نفر بعدی سانچو که چیز خاصی نداره، اسکیلش 5 مثل کارت گلدش، فیک فوتش هم 3 و دریبلینگش خوب و میتونه سی ام خوبی باشه، اگه مثلا تو بازی سوئیچ کنین بیارین سی ام میتونه بد نباشه. بیشتر خبر خوبیه واسه کسایی که وانسوواچ سانچو رو داشتن، بعد از قرنی اولین آپگرید رو گرفته و لواندوفسکی و کین هم که راجبشون گفتم. اینجا هم چیز خفن و جذابی واقعا نداریم، به نظرم فان ترین کارتی که اینجا هستش دانجوماه، چون تا الان هر چی کارت از دانجوما دیده بودیم به عنوان وینگر چپ بود، این کارت دانجوما به عنوان استی 4-4 هم هستش و استاتش هم جالبه، به نظر من یکی از استیای فان لالیگاه، ولی خب بازم میگم تو این وقت از بازی انقدر کارت های خفن هستن که اصلا این کارت دیده نمیشه دیگه، ولی خب کارت بدی نیستش انصافا دیگه، چیز جذابی هم جز این نداریم واقعا، مزروی و نمیدونم مارگا و اینا واقعا بازیکن مطرح و اوکی نیستن. و این بودش تیم هفته 23 که خود ای قبل از اینکه لیکرا لیک کنن لیک کرد، یعنی یه حرکت انتحاری زدش این هفته که منم میخواستم ویدیوشو زودتر بذارم، مثلا تیم هفته ساعت 9:30 اینا میادش، من الان میخواستم همون اصلا یه جوری ویدیو ما آماده بکنم که 8 شب ویدیو رو بذارم، یعنی 1:30 قبل از اینکه رسمی بیاد تو بازی مثلا معرفی کنم، گفتم نه حالا یه بیشور بازی در ورده، ولی ما لیک رسمی انجام نمیدیم، حالا ما تو ویدیوهامون تو استریمامون لیک میکنیم، یعنی میریم توییتر رو لیک نگاه میکنیم، ولی خب واقعا لیک یا همون لو دادنی که قبل از چیز بیاین ویدیوشو بذاری واقعا یه جوریه، خودم زیاد راضی نبودم بذارم ولی گفتم همین فردا صبحش بذارم مثل روال هفته پیش منطقی تره، ولی در کل تیمم تیم بدی نیستش، میشه گفت 2-3 ریت پیک خوب داره، مخصوصا کین و لواندوفسکی لحاظ ریتشون و لافونت و اوبامیانگ و همین ایتوی که روشیم به عنوان بازیکنهای تعویضی یا حالا توی یه سری از تیمای خاص. و دیگه بیشتر از اینم چه حرف دیگه نمیمونه، نظرتون توی کامنت ها واسم بنویسین و توی کامنت ها واسم بنویسین به نظرتون این حرکتی که ای زد قبل از اینکه بیادش لو داد خودش حرکتی بود که اشتباه بود این اتفاق افتادش یا از قصد یه جورایی این کارو کردش، نمیدونم، به نظر من که قصد بود. و مرسی از اینکه ویدیو رو کامل نگاه کردین، اسم من دنی پینک فن و تا ویدیو بعد فعلا.